آیا این درسته؟ یکی از داروهایی که برای درمان کرونا تجویز میشه ممکنه منجر به سکته قلبی بشه؟ کسایی که فشار خون بالا دارن یا سابقه عمل جراحی قلب باز دارن باید چطوری میزان احتمال ابتلاشون به کرونا یا بیماری کووید 19 رو به حداقل ممکن برسونن؟ امروز به سوالای شما در مورد بیماری‌های قلب و عروق و کرونا جواب میدیم. سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام ما @bbc شما بفرستید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و امروز در قرنطینه مهمون ما دکتر علیرضا حشمت هستن، فوق تخصص قلب و عروق از کالیفرنیا. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. ممنونم. من هم سلام میکنم و درود میفرستم خدمت بینندگان عزیزتون. المیرا پرسیده اوایل نمیدونستیم که کرونا عوارض قلبی عروقی هم داره، فقط میگفتن سرفه و تنگی نفس. دقیقاً کرونا چه آسیبی به قلب میزنه؟ بله، متاسفانه ویروس کرونا عوارض قلبی عروقی داره که بعضن منجر به مرگ و میر هم خواهد شد. این عوامل رو به طور کلی میتونیم به 6 دسته تقسیم کنیم. دسته اول آسیب مستقیم به سلولهای قلبی توسط ویروس هستش که التهاب حاد قلب یا میوکاردیت حاد نامیده میشه. دسته دوم انسداد عروقی هست که منجر به آنفارکتوس های قلبی یا سکته قلبی میشه. دسته سوم طیف گسترده ای از نارسایی های قلبی هستن که در سیر این بیماری ممکنه به وجود بیان. در دسته چهارم ما اختلال در نظم و یکسان بودن ضربان قلب رو میبینیم که به اصطلاح به اونها آریتمی و دیسریتمی گفته میشه که در موارد شدید منجر به ایست قلبی و مرگ ناگهانی میشه. در گروهی دیگر ممکنه ایجاد لخته های خونی رو در عروق بدن ببینیم که و این در اثر ایجاد افزایش انعقاد پذیری دیده میشه. در موارد حاد میتونه منجر به مرگ میر میشه. و گروه آخر هم که نباید نادیده گرفته بشه تداخلات دارویی هست که ممکنه باعث عوارض ناخواسته قلبی عروقی بشه. فرنا سوال کرده چه بیماری‌های قلبی احتمال ابتلا به کرونا حاد رو بیشتر میکنه؟ در حال حاضر با توجه به داده ها و اطلاعات موجودی که داریم هیچ بیماری قلبی وجود نداره که احتمال ابتلا به ویروس کرونا رو زیاد کنه. اما ناگفته نمونه که افرادی که دارای سابقه بیماری های قلبی هستند در صورت ابتلا به ویروس کرونا ممکنه سیر بالینی وخیمتری رو از بیماری نشون بدن و همچنین نشون داده شده که احتمال مرگ و میر در این افراد بسیار بالاتر هستش. حمید گفته 40 سالمه، 2 هفته قبل قلبم درد گرفت، به اورژانس مراجعه کردم و تشخیص سکته قلبی برام دادن. تست کرونا که گرفتن مثبت در اومده. آیا احتمال سکته مجدد دارم؟ اصولا بیماری‌های که ما به عنوان سکته قلبی یا آنفارکتوس قلبی میشناسیم بیماری‌های التهابی هستن. یعنی وجود التهاب در بدن باعث میشه که ناپایداری پلاک‌های کلسترول در داخل عروق قلب و بدن به وجود بیاد. در اثر این ناپایداری احتمال پارگی این پلاک‌ها وجود داره. اگر این عارضه به وجود بیاد گرفتگی ناگهانی عروق قلب دیده میشه که باعث آسیب به عضل قلب میشه. ما این رو اصطلاحاً سکته قلبی مینامیم. در هنگام ابتلا به ویروس کرونا میزان بسیار زیادی از التهاب در بدن دیده میشه. این التهاب به همراه افزایش انعقاد پذیری که قبلا ذکر کردیم هر دو با هم دیگه فرد رو واقعا مستعد به سکته قلبی میکنن. باید اینجا بگم که این مختص به ویروس کرونا نیست. ما این عارضه رو در ابتلا به ویروس های دیگه هم دیده بودیم، مثل ویروس آنفولانزا. در پاسخ به این دوست عزیزمون باید بگم که تا زمانی که یکی از این عوامل در بدن پایا هستن احتمال این عارضه و تکرارش وجود داره. سوگل پرسیده این درسته که داروی هیدروکسیکلورکین که برای درمان کرونا استفاده میشه ممکنه منجر به سکته قلبی میشه؟ هیدروکسیکلورکین منجر به سکته قلبی با اون تعریف که کردیم، انسداد ناگهانی عروق قلبی و آسیب به عضلات قلب هست، نمیشه. اما هیدروکسیکلورکین عوارض خطرناک قلبی رو ممکنه داشته باشه. به طور مثال میتونه آسیب مستقیم به سلولهای قلب وارد کنه یا نارسایی قلبی رو تشدید کنه. اما یکی از شایع‌ترین عارضه هایی که داره اختلال در سیستم هدایتی قلب هست که باعث به هم خوردن ریتم و ضربان قلب میشه. در بعضی موارد شدید این
میتونه مرگ ناگهانی و ایست قلبی رو به همراه داشته باشه. الان در جایی که شما کار میکنید آیا هیدروکسیکلورکین تجویز میشه برای کسایی که بیماری قلبی دارن؟ خیلی هیدروکسیکلورکین الان تجویز نمیشه. یک مطالعه در چند مرکز مختلف در حال انجام هست. اگر بیمار وارد اون مطالعه شده باشه هیدروکسیکلورکین مصرف میشه، در غیر این صورت مصرف نمیشه. یکی از مخاطبامون سوال کرده چرا بعضی از افرادی که کرونا میگیرن و بهبود پیدا میکنن ناگهان بعد از چند روز فوت میکنن؟ آیا این به خاطر ایست قلبیه؟ میتونه در اثر سکته های قلبی باشه که ممکنه بعد از بیماری به وجود بیاد. میتونه در اثر لخته های بزرگی که باعث انسداد عروق ریوی میشن، به اصطلاح اونها رو آمبولی ریوی مینامیم، ممکنه این مرگ ناگهانی به وجود بیاد. در شروع این همه‌گیری هم ما شاهد بودیم که بسیاری از بیماران به صورت سرپایی با داروهای مثل هیدروکسیکلوروکین و آزیترومایسین درمان می شدن. ترکیب این دو دارو و بعضا داروهای دیگر همونجور که قبلا گفتم می تونه باعث آریتمیای شدید یا اختلال در نظم ضربان قلب بشه، بعضا منجر به ایست قلبی و مرگ ناگهانی بشه. سلمان پرسیده آیا کرونا برای بیماران قلبی که دریچه و رگ‌های مصنوعی دارن نسبت به بقیه خطرناک‌تره؟ چه راهکارهای احتیاطی برای این افراد وجود داره؟ متاسفانه جواب این دوستانو مثبت هست. بله، بسیار خطرناک‌تر هست. بهترین راهکاری که وجود داره پیشگیری هست. برای پیشگیری هم عملکرد به توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی مفیدترین ابزاری است که ما در دست داریم، مثل شستن مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و ضد عفونی کردن سطوحی که با آنها در تماس هستیم. خیلی ممنون دکتر اشمت از وقتتون. شما هم سوالای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC @BBC شما برای ما بفرستید.